کنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه فلسفی صوفیان. عید مبارک فطر رو پشت سر نهادیم و یک ماه نتیجه بندگی و طاعت و خدمت به درگاه خداوند جلیل رو انشاءالله با بهجت ناظر به عید و با عید ناظر به بهجت تجربه کرده باشیم. امشب با موضوع جدیدی در خدمت شما عزیزان هستیم، موضوعی که شاید امروز بیش از هر زمانی جامعه ما به او نیازمند است و در حیات فردی و اجتماعی آن باید دقت و درایت متفاوتی رو پاس بدهیم. موضوع امشب ما موضوعی است با عنوان شادی، ارتباط آن با فلسفیدن و فلسفه شادی و فلسفه و شادی با هم. در خدمت دو استاد عزیز هستیم در استودیو، جناب آقای دکتر میری که در حوزه جامعه شناسی دین و جامعه شناسی ادیان در خدمتشون در جلسات گذشته نیز بودیم، و جناب آقای دکتر محدثی استاد عزیز ما در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در حوزه جامعه شناسی دین و خانواده. خدمت شما دکتر میری عزیز سلام و ادب دارم و خوشحالم که پس از رمضان مبارک امشب هم در خدمتتون هستم. سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و مهمان عزیزای دکتر مهندسی، امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. متشکرم. آقای دکتر مهندسی، خدمت جناب عالی آقای سلام و ادب دارم. قدم روی کردید، خوشحالیم که امشب در برنامه صوفیا در خدمتتون هستم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. منم که سلام عرض می‌کنم به شنوندگان گرامی و همکار عزیزم آقای دکتر میری، امیدوارم که گفتگوی مفیدی باشه و مخاطبان ما هم بتونن در واقع از این گفتگو نصیبی ببرن. متشکرم از لطف شما. داستانه عارفانه رو نگاه میکردم، گفت در بادیه درویشی را دیدم مرده و میخندید. گفتم تو مرده ای و میخندی؟ گفت محبت خدای چنین بود. خنده در حقیقت در ادبیات دینی ما و در ادبیات عرفانی ما گشایش رو یادمون آورد، گشایشی درونی و گشایشی بیرونی. به تعبیر دانشمندان ادیان، از خنده معصومانه یک کودک تا خنده گشایشمند بودا. حتی در ادبیات فارسی هم مثلا ما می‌بینیم که کسانی مثل رودکی با تصویرسازی‌های خیلی خوبی در باب شادی و خنده این محوریت مهم در زندگی رو گویی به ما یادآوری می‌کنند. گل بخندید و باغ شد پدرام، ای خوشا این جهان بدین هنگام. چون بناگوش نیکوان شد باغ، از گل سیب و از گل بادام. گویی که خنده و شادی جزء لاینفک اندیشه اندیشمندان در طول تاریخ بوده، غیر از اون اندیشمندانی که به سختی گرایی و پوچی گرایی و سختگیری به زندگی روی می کردن، قاطبه دانشمندان در حوزه نشاط و شادمانی از خنده شمع و خنده برق و خنده آفتاب گرفته تا خنده صدف و خنده می با ما سخنهای مختلف گفتند. آقای دکتر مهندسی، صحبت رو با جناب عالی آغاز کنم که کتاب خیلی خوبی هم در حوزه دین و شادی به رشته تحریر درآوردید. خنده و شادی رو از کجا باید آغاز بکنیم و از کجا باید در حقیقت این داستان رو پی بگیریم؟ از کنم که فکر میکنم چون به موضوع بحث ما هم فلسفه و شادی هست، تصور میکنم که قدری میبایستی بنیادی تر به موضوع پرداخت. البته شما به نظرم نقطه عظیمت خوبی رو در مورد اتخاذ کردید و توجه دادید ما رو به میراث عرفانی و دینیمون و میراث ادبیمون. بله، و این منو به این موضوع در واقع متفتن کرد که شادی اساسا موضوعی بینارشته ایست. یعنی در واقع ما میتوانیم میراث بشری رو در باب اون به میان بیاریم، از جمله فلسفه، عرفان، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی و حتی ادبیات و دیگر معارف مثل معارف دینی. بله، در واقع در باره شادی سخن گفتن شاعران ما، عارفان ما، عالمان مختلف درباره دین در قرون ماضی، درباره شادی در قرون ماضی بحث بسیار متفاوتی دارن. و این میراث وقتی بهش مراجعه میکنیم، و من ناچار شدم در این کار هم
مراجعه بکنم بسیار میراث ارزشمند و قابل استفاده ایه. ضمن اینکه دانش های جدید مثل اقتصاد روانشناسی و جامعه شناسی در واقع به این موضوع پرداختن، من تصور میکنم شاید شروع بکنیم از تعریف شادی و اینکه شادی آیا در برابر حزن قرار میگیره یا خیر، و اینکه آیا عرض کنم که هر کدام از اینها شادی و حزن مراتبی دارند یا خیر، و دیگه اینکه در واقعیتون در بحث شما هم به خوبی اشاره شده بود نسبتی برقرار کردید بین خنده و شادی. این سوال رو هم میتونیم بپرسیم به دوم بفرزیم که آیا خنده به معنای شادی است و یا خیر، یا آیا گریه به معنای حزن و غم است یا خیر، چه نسبتی میان خنده با شادی و گریه با غم هست. بله، یعنی دقیقا برای ایضاح مفهومی این موضوع به مراتب مختلفش اصل توجه کنیم یا نسبت هایی که با در حقیقت متضاد خودش میتونه داشته باشه تو رفع الاشیاء به ازداد راهی. آقای دکتر میری، شما هم موافقه برای شروع بحث از اینجا، یعنی برای ایضاح مفهوم شادی ما نسبت اون رو با مراتب مختلف بسنجیم؟ به نظرم نکته خیلی خوبی رو آقای محدثی بهش اشاره کردن و بد نیست که حالا این بحث رو ایشون بس بدن و هم ما استفاده کنیم هم شنوندگان. ولی یه نکته شما گفتی، من دوست دارم اون نکته رو یه مقداری روش یه تأملی بکنیم. به نظر من نسبتی که با فلسفه شما برقرار کردی و گفتی که برخی از فیلسوفان به عنوان مثال به پوچی و اینها توجه دارن، برخی ها به شادی، اون بخشی که نسبت به مسائل حالا پوچی و اینا میپردازن و ما یه مقداری میذاریم توی پرانتز بهش نمیپردازیم، میخواستم یه نکته ای رو اینجا بگم. و اون نکته اینه که مثلا بین فلاسفه شاید شوپنهاور رو یکی از فلاسفه بسیار بدبین تلخ به قول حالا عامیانش گوش تلخ حساب میکنن و اینها، ولی واقع امر اینه که اون فلاسفه ای که در تاریخ مشهور شدن یا معروف شدن به تلخ بودن یا مشهور شدن به اینکه اصلا با شادی میانه ای ندارن، جالبه که بدونیم اونها یه منظر بنیادینی رو در نظرشون داشتن و اون چی بود؟ نه اینکه شادی در هستی رو نفی کنن، اتفاقا میگفتن این وضعی رو که انسان ها برای خودشون حالا داخل گیومه بهش میگیم وضعیت اجتماعی انسان یا جامعه یا اون نظامی که درش پیریزی کردن و زندگی میکنن، این مؤدی به شادی نمیشه و نسبت به این وضع موجود که انسان ها ساخته بودن تو هم خیلی بدبین بودن، نه که به هستی کماهو و هستی بدبین باشن. این به نظر من خیلی نکته باریکیه که این رو باید بهش توجه کرد در تقسیم بندی فلاسفه و متفکران و اندیشمندان. یعنی در حقیقت عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، این عجب این عاشق این هر دو زد هستی رو در حقیقت یک سر خوبی میدیدند، اما جوانبی از او رو گویی به سبک دیگری تحلیل میکردم که ناشاد تلقی میشد. شما اینو میخواید؟ بله بله. ببین مثلا علامه جعفری یه بحثی داره، میاد میگه که آقا مثلا ما هم فلاسفه رو هم به عنوان مثال سیستم های اجتماعی رو یا نظام های فکری رو به دو دسته تقسیم میکنیم. حالا ممکنه سر این دو دسته بودنش انقلاب داشته باشیم، ولی بحثی داره ایشون. میگه آقا بعضی ها حیات طبیعی محض رو میبینن، بعضی ها حیات معقول رو میبینن. و بعد میاد میگه فلاسفه ای که به عنوان مثال یا نظام هایی که تمام تلاششون که انسان رو در چمبره حیات محض طبیعی محدود بکنن، اینها مؤدی به عقلانیت و معقول بودن نمیشن، یا حالا مربوط به بحث امروز شادی آفرین نیستن برای انسان، یا اون بهجت درونی رو به انسان نمیدن. حالا چه عواملی باعث شده که ما در چنین نظامی زندگی میکنیم یا این سیستمی که درش زندگی میکنیم که به عنوان مثال مثلا یکی از شاخصهای بسیار مهم نظامهای مدرن یوتیلیتریانیزمه، یعنی منفعتگرایی، یعنی اگه چیزی برای من منفعت داشت ارزش رو کار ندارم، برای دیگری هم به عنوان مثال ارزش داشت من به اونم کار ندارم، فقط اون چیزی که برای منه. خب این معلومه توی همچین نظامی نیست شما زندگی بکنه از توش شادی در نمیاد، از توش بهجت درونی در نمیاد، اگر هم باشه یه آنات خیلی کوتاهی و یا زودگذریه. درسته. یاد یک
سخنی از شمس تبریزی افتادم که میگفت مرا از این حدیث عجب آید که از دنیا سجن المؤمن، که من هیچ سجن ندیدم، همه خوشی دیدم، همه عزت دیدم و همه شادی. در حقیقت واقعیت قضیه آن است که عارفان ما بالعم زندگی رو با بهجت می‌دیدن، حتی در قرن اون بهجت رو جستجو می‌کردن، که حالا بحث مصطفی است که به اون بپردازیم. آقای دکتر مهندسی، از همین نقطه آغازی که شما فرمودید در حقیقت بدایت سخن رو آغاز بکنیم. ایضاح مفهومی این کانسپت، این موقعیت رو که حالا از هپینس استفاده بکنیم یا از مفهوم دیگری، از کجا می‌توانیم بیاغازیم و برای اینکه او رو درک بکنیم آیا به ضد او باید بپردازیم یا خود اون ظرفیت رو داره که بهش از توجه مستقیم داشته باشیم؟ به نظرم هر دو در واقع، منتها یک درک از کنم که ابتدایی همیشه همه ما از واژگان داریم، متفکر و فیلسوف در واقع از درک ابتدایی عبور میکنه. درک متداول از شادی یعنی این که مقابل حزن یا غم است. من در ادبیات هم البته بسیار این معنا رو به کار بردم. حتی من مثلا توی آثار استاد آیت الله مطهری هم رو دیدم که اینها رو برابر هم تلقی می‌کنیم. وقتی که ما اینها رو برابر هم تلقی می‌کنیم معنیش این فقط است که وقتی یکی بیاید دیگری نیست. اما اتفاقا وقتی که به میراث ادبی عرفانی دینی خودمون مراجعه می‌کنیم می‌بینیم که برعکسه، یعنی این میراث اونقدر از این جهت غنی هست که به ما میگوید که شادی و حزن یا غم هر دو مراتبی دارند و در نتیجه نمیتونیم این را تقابلی فهم بکنیم. و اون فهم آغازین و ابتدایی که وقتی این واژگان به ذهنیان در واقع به ذهن ما متبادر میشه، اون فهم استلزامن فهم اولیه درست نخواهد. و عرض کنم که ولذا این میراث به ما میفهمونه که مراتبی از شادی میتواند با مراتبی از غم یا حزن جمع شود کاملا. و این خیلی بحث خیلی بحث. هر کس سعدی میگفت که هر کس به جهان خرمه پیش گرفتند، ما را غم از ای ماه پری چهره تمام است. یعنی در اون غم چون از یار پری چهره میآید عین شادی رو میبیند و مرتبه از شادی رو در اون غم میبینه، در حالی که دیگران شاید فقط غم در اون ببینند و غم خارجی در او ببینند، اما او در یک بهجت متفاوتی است در فرم غم، در شکل غم. من میگم ابیاتی لغل از این میراثی که گفتم بخونم بله حتما برای مخاطبان ما جذاب باشه. مولوی در مثنوی میفرماید از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما، حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. یا از کنم که اقبال لاهوری میگه غم دو قسم است ای برادر، هوش کن شعله ما را چراغ هوش کن، یک غم است اون غم که آدم را خورد، اون غم دیگر که هر غم را خورد، اون غم دیگر که ما را همدم است، جان ما از صحبت او بی‌غم است. آن غم دیگر که ما را همدم است، جان ما از صحبت او بی‌غم است. به 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 به. و این مراتب یعنی فهم در مورد بزرگان ادبی عرفانی ما از غم و حزن و شادی که اینها مراتبی دارن. و گاهی غمی می آید که هر غم و هر شادی را می برد و اونها در برابرش در واقع دیگه عرض اندامی نمی تونن بکنن و یا محو می شن. بله. و این نشون میده که در واقع یا مثلا در آثار معاصرین ما هم مثلا آقای دکتر شریعتی، دکتر علی شریعتی، در واقع باز ایشان هم مراتبی از غم صحبت میکنه، مثلا غم و غصه رو جدا میکنه. یا استاد مصطفی ملکیان از مراتبی از شادی و حزن در واقع صحبت میکنه. و این نشون میده که در واقع چه گذشتگان ما، بزرگانی مثل مولوی و چه معاصرین ما در فرهنگ ایرانی اسلامی به این موضوع اعتنا داشته. خب آقای دکتر، باز سوال من سر جاش هست، یعنی تعریف شادی به ما هو و چیست؟ بله بسیار خوب. من اون مقدمه رو گفتم که به اینجا برگردم که به نحو ایجابی اگر به موضوع پردازیم چگونه میتوانیم اون رو تعریف بکنیم. وقتی که در واقع اینجا من مراجعه میکنم به آثار در واقع روانشناسان و جامعه شناسان و مردم شناسان و بحث و حتی بحث در واقع زیست شناسان در باب عواطف. بله. و ایموشن. بله. و در واقع وقتی بررسی میکنیم آثار رو
اینها با تحقیقات تجربی مختلف درباره گونه انسانی بحث میکنن، در واقع از احساسات مختلف انسان به میان میاد بحثشون، و چهار احساس، چهار عاطفه پایه‌ای رو در واقع مطرح میکنن. بله. که در عبارتند از خشم، نفرت، غم و شادی. اینها رو در واقع عواطف پایه‌ای آدمی میبینن. از این منظر اگر ما بخوایم، چون من هم به میراث فرهنگی گذشتگان ارجاع دادم و هم به میراث امروزیم که در واقع کار تجربی هم انجام شده، میتوانیم بگیم که از این منظر نه به ایجابی سخن بگیم، میتوانیم بگیم شادی یکی از عواطف پایه‌ای آدمی است. بله. که در گونه انسانی دیده میشه. مثلا تصور بکنید که ما در یک شب تاریک با یک صحنه خطرناک و نگران کننده مواجه میشیم و میترسیم و ترس در رفتار ما نشون داده میشه و در واقع بروز میکنه. به عبارتی دیگر میگوییم که ترس، عاطفه ترس تظاهر چهره ای دارد. بله. در حال غالب میشه. دقیقاً. و همین و این باعث میشه که ما کنش و رفتاری انجام بدیم یا واکنشی انجام بدیم. و همین ترتیب در باب شادی هم همین وضعو داره، چون وقتی محرک هایی هستن که اینا میتونن محرک های بیرونی یا درونی باشن، باید روی این محرک ها بله حتما همین باید بحث کنیم. به خصوص عرفا در این مورد خیلی صحبت دارن. فرض کنم که و هم میتونن محرک های در واقع انفسی یا عینی باشن، به اصطلاح ابجکتیو و سابجکتیو باشن. فرض کنم که وقتی این محرک ها بر ما ظاهر میشن، این عاطفه در ما برانگیخته میشه. خب آقای دکتر، با همین معنا ما امروز دوران مدرن رو میتوانیم دوران شادیاوری بدانیم، از دراک بگیریم تا موزیک، تا رقص، تا زمینهای مختلفی که شعف بیرونی برای ما ایجاد میکنه، این نقطه پایه‌ای رو میتونن در درون ما خیلی جدی ایجاد بکنن. اون وقت حیثیت داستان چطوری میشه؟ این برمیگرده همون محرک ها، یعنی این که در واقع آدمی با کدام محرک ها شادمان میشه و این محرک ها در واقع چقدر میتوانند بر روی آدمی آثار ماندگار بکنند. بله. پس اینجا ما میتوانیم بحث در واقع فردانگان و عرفا رو مطرح بکنیم، بحث میراث دینی رو بیاریم وسط، که تأکیدی که میراث دینی ما، میراث عرفانی ادبی ما و حتی میراث جهانی، من فقط ما میراث بشری رو خواهد. بله بله. تأکیدی که دارن این است که در واقع اگر شما تکیه بکنید بر محرک های بیرونی، اون در واقع جنبه آریتی داره. بله. اینجا در واقع ما میتوانیم پیوند بزنیم بحث نظری امروزی ما در مورد شادی با میراث ما، با میراث معنوی بشر. دقیقاً. خب پس کنم که اون وقت میتوانیم ترتیب بدیم اون نوع شادی را که محرکاش اولا درونی هستند یا خود مولدند، یعنی من کنترل بیشتری بر اونها دارم، و ثانیا آریه ای نیستند. دقیقاً. من به یاد اون شعر زیبای باز مولدی میفتم، کاریز درون جان تو میباید که از آریه ها تو را دری نکشاید، یک کوزه آب در میان خانه به از سویی که از برون میآید. در واقع میتوانیم اینجا بگوییم که شادی ها هم میتوانند بر حسب محرک ها دستبندی بشن و بر حسب آثار ماندگار یا آثار زودگذری که بر ما میگذارند رتبه بندی بشن. بسیار خوب. بسیار خوبی. آقای دکتر میری، بر اساس شادی رو بر اساس محرک ها تقسیم بندی کنیم. شما از منفعت گرایی، از یوتیلیتی صحبت کردید. امروز خیلی دفاع میکنن از این نوع شادی و میگن شما که همش به شادی های انفاسی میپردازید دارید اشتباه میکنید. شادی های ظاهری، شادی های زودگذر و تاثیرگذار البته در لحظه ما رو در لحظه، در تایم، در اون مومنت، در لحظه آن شادیاوری میکنه و داریم لذت میبریم از زندگی. چرا اینقدر نقد میکنید این نوع از شادی رو؟ پاسخ ما چیه واقعا؟
در همون در همین وجه یوتیلیتی اگه بخوایم نگاه بکنیم، منفعت طلبی بخوایم نگاه کنیم. ببینید آیه دکتر محدثی یه نکته خوبی رو ابتدا بهش اشاره کرد و اینکه ما باید تلاش بکنیم یه تعریفی از شادی داشته باشیم که شادی چیست. من وقتی به این مسئله فکر میکردم چند تا نکته به نظرم اومد. یه موقع ما میتونیم بیایم به عنوان مثال و این کاری که تقریبا فکر میکنم امروزه بسیاری از فلاسفه و جامعه شناسا و روانشناسا ایرانی هم انجام میدن، اینه که به عنوان مثال مثلا میگیم شادی، بعد میگیم هپینس، بعد شروع میکنیم بگیم هپینس چیه و صورتبندی مفهومی که هپینس مثلا توی دیسکورس ها و گفتمان های حالا مثلا اروپایی یا امریکایی شده، و بعد تلاش میکنیم اون رو وارد ادبیات خودمون بکنیم. حالا یه دفعه به جای اینکه این راهو بریم، بیایم ببینیم اصلا توی خود ادبیات حالا بگیم حکمی، فلسفی یا عرفانی خودمون ما چه نوع مفاهیمی داریم برای بیان کردن اون حالی که مثلا داخل جمهور بهش میگیم شادی. چند تا واژه من پیدا کردم در حداقل در فارسی که هر کدوم اینها هم براش مثلا میشه یک اشارتی تو ادبیاتمون داشت. یکی همین من نمیخوام وارد بحث ادبیات بشم. نه نه بحث ادبیات نیست. میخوام ببینم فضا رو برای کسی که امروز داره از شادی مدرن خودش دفاع میکنه نقد بکنم این دفاع رو. خب ببینید باز اینجا من برمیگردم باز به بحثی که آقای محدثی مطرح کرد و اینکه ماندگاری مهمه. خب ما به عنوان مثال میتونیم با دراگ، به عنوان مثال با مواد تخدیر کننده، با نمیدونم حالا مسائل دیگه خودمون رو در لحظه شاد بکنیم. دقیقاً. ولی یه نکته‌ای که امروز اتفاقا انسان امروز گرفتار شده و این فقط هم مختص اروپا و آمریکا دیگه نیست، امروز جهانیه، و این تنهاییه. یعنی شما مثلا میگم در یه دوره‌ای که جوان هستی قشنگ میتونی خودتو با این مثلا مسائل نمیدونم مثلا تخدیر کننده و اینا شاد بکنی و تو جمع‌های مختلف باشی، تو پارتی‌های مختلف باشی، بعد که به عنوان مثال از این مواد دو اینا به عنوان مثال دور میشه یا این مواد بر تو مستولی میشه، تازه عواقبش بر تو پیدا میشه. خب این دیگه اینو ما نمیتونیم بهش شادی بگیم. این بهش به عنوان مثال مثلا اولین بروز اجتماعیش اینه که شما منزلت اجتماعی تو از دست میدی، کار تو از دست میدی، پرستیژ تو از دست میدی، تبدیل به یه انگل توی جامعه میشی، بعد مجبور میشی به عنوان مثال تو رو ببرن یه جا مثلا ترک بکنی، فلان بکنی، مسائل مختلف عارضه بر آدم عارض میشه. حالا هیچ کدوم از اینها رو هم نداشته باشی، یکی از مسائلی که برای انسان مستولی میشه تنهاییه. یعنی شما وقتی به عنوان مثال نگاه میکنی یک به یکی از بیماری های بزرگ قرن 20 و 21 نگاه میکنی، مثلا میگم ممکنه در بسیاری از کشورهای حالا جنوب یا جهان سوم که مصطلحا بهش میگن گرسنگی و جنگ و اینا باشه، ولی اتفاقا تو کشورهای تنهایی اضطراب. یعنی اینا به نظر من حالا این اگر ما بخوایم به عنوان مثال اون منظر اگر بخوام آغاز بکنیم، دقیقاً میتونیم با تنها شدن آدمی نه در اون لحظه بلکه در یک فرایند طولانی مدت تری، به علاوه این که این تنهایی برای اون موجب اضطراب هم خواهد شد پاسخ بدیم. با این فضا فکر میکنم که ما این نقطه عظیمتی برای پاسخ به این نکته اولیه برای دوران مدرن خواهیم داشت. ببین اشارت که من خواستم به ادبیات بکنم، بحثم بحث ادبی نیست. یعنی نمیخوام بیام به عنوان مثال مثلا شعر بخونم بگم بله. این شعر مثلا حافظ اینو گفته یا صاحب اینو گفته. میخوام یه اشارتی بدم و اون این که این مفاهیم مختلفی که به یه گونه وضع انسان رو تبیین میکنن همگی اشارت بر نکته‌ای دارن که آقای دکتر محدثی از اون به ساحت انفسی یاد کرد. یعنی به نظر میاد در طرز تفکر یا طرز تلقی یا سنت حالا ایرانی، عرفانی، شیعی، حکمی، فلسفی، اسلامی بله. به گونه‌ای و حتی شرقی مثلا اشاره کرد. آره مثلا شما اشاره کردی ببین مثلا در تایلند یا تایوان وقتی شما میری مجسمه های بزرگ بودا رو گذاشتن. بعد سوال اولی که برای من مطرح شد اولین باری که رفتم مثلا در تایپه پرسیدم که آخه این تمثال به این بزرگی اولا برای چی اینجور اینا رو میذارین تو معابدتون؟ گفت اول چیز اینه که انسان عقلش به چشماشه، وقتی یک چیزی چشم آدم رو بتونه تحت تأثیر قرار بده میتونه روح اون رو مشغول به خودش بکنه. گفتم خب حالا این چی میگه این تصویر؟
دو تا نکته خیلی جالبی، یکی همون لبخندی که گفتی در تمثال‌های بودا، لبخند خیلی بزرگی داره و بعد شکم خیلی بزرگی داره. میگفت که آقا شادی به انسان، به روح انسان فربگی میده. یعنی میگفت این مثلا شکم بزرگ فربگی روحه، یک مثلا اشارتیه، یک استعارهیه که آرام آرام انسان در مدیتیشن، در به عنوان مثال تمرکز کردن و عبادت و نیایش کردن باید به اون برسه. وقتی ما نگاه میکنیم به عنوان مثال به این، میبینیم که یعنی به این سنت، به سنت شرقی، حالا در وجوه مختلفش که نگاه میکنیم، حالا هند، مثلا هندویی باشه، بودایی باشه، اسلامی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، فرق نمیکنه، نگاه میکنیم میبینیم که به نظر میاد وقتی داره در مورد شادی صحبت میکنه یا از اون وضع انسانی صحبت میکنه، اشارت به حالات انفسی میده و یه اشارت دیگه هم میده و اون اینه که شادی هیچ وقت نمیتونه پایدار باشه اگه دیگری رو مد نظر قرار نده. و اون چیزی که ابو سعید عبدالخیر بهش اشاره میکنه، میگه نشسته بود در خانقاه خودش، بعد داد میزد، فریاد میکرد که به مریدان همه جا زر و سیم ریخته و من ماندم که چرا زر و سیم رو جمع نمی کنه. مریدا پا شدن نگاه کردن، کون زر و سیم؟ نگاه این هر طرف رو نگاه کردن، گفتن یا شیخ ما زر و سیمی نمی بینیم. گفت اونها خدمت، خدمت به دیگران که به انسان بهجت می دهد، خدمت به دیگران. یعنی وقتی ما نگاه می کنیم فقط بحث انفسی به معنی که من در خودم غور کنم نیست، غور در خودت بکن و بعد دیگری رو در نظر بگیر و راه رسیدن به دیگری خدمت کردن به دیگری. حالا این خدمت دیگری میتونه جامعه باشه، خانوادت باشه، همونی که به عنوان مثال در حدیث پیامبرم هست، انسان کافت الناس عیال الله هستن، یعنی به دیگران بفرمایید خلق عیال الله. دکتر ادبی هستم با برنامه فلسفی صوفیا در خدمت اساتید عزیزمون. امشب بحث خوبی رو پی میگیریم، با ما همراه باشید. هو الذی امات و احیا و اضحک و ابقی. آقای دکتر دینانی رو باهاشون تلفنی صحبت میکردم و برایشون آرزوی شادی و شادمانی دارم که انشاءالله بتونیم حضوری هم در خدمتشون باشیم. ایشون خب از آیات قرآن خواندند که اوست که شادی میدهد و اوست که ما رو در غم قرار میدهد. این یک معنای خیلی بالادستی از شادی و غم. یه اشکالی هم میتونه اینجا وجود داشته باشه، برای اینکه عوام مردم شادی رو با دارایی مادی شاید ببینن، با یه موفقیت در زندگی روزمره ببینن، با یه حس و حال خوب خانوادگی تجربه کنن. وقت میان این شادی به معنای مهین خود و برتر خود با این شادی که داریم مطرح میکنیم در این سطح عمومی جامعه، ما دوچار نوعی تعارض نمیشیم؟ من دقیقا اتفاقا مخصم به این نسته در واقع اشاره بکنم. بحث ما در واقع گفتگوی خوبی در گرفت و من یک لحظه نگران شدم که این انتظاری که ما از فرزانگان داریم، چون در فرهنگ ما هم هست، در میراث دینی ما هم هست، که در واقع مثلا پیامبر فرموده است که شادی مطلوب در واقع حد تبسم است. بله. عرض کنم که یا اگر مثلا ما جهان رو، اون پس پشت این جهان رو می دیدیم، در واقع رفتار ما و خندیدن ما و منش ما به گونه دیگری می بود، بله، رسوخ می کردیم به کنه این هستی، شاید شادی ما به نحو دیگری به گونه دیگری می بود. و این رو ما در واقع این انتظاراتی که از فرزانگان داریم و این تو ادبیات غنی و معنوی بشر وجود داره، نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بشر رو از نظر در واقع نحوه بودنش مراتبی ببینیم. بله. و در واقع اغلب گفته میشه اکثر افراد اوساط الناس هستن، همینطور در سطح میانگین آدمیانی متوسط القامه به معنی دقیقه فهمی خودش. بله. و لذا در واقع این تلقی ممکنه در میان بزرگان ما وجود داشته باشه و اینا اغلب به زبان بیارم که اون چیزی که ما از فرزانگان انتظار داریم از مردم معمولی نباید انتظار داشته باشه. درسته. و این حق مردمه که
که در یک وضعیت اجتماعی مطلوب زندگی بکنند، امکان موفقیت داشته باشند، برای نیل به اهدافشون در دسر نکشند و یک بستر اجتماعی امن و آسوده و با رفاه برایشون فراهم بشه. بله. زیرا مردم را نباید در واقع همتراز به فرزانگان بگیرد. خب شما راهکارتون چیه آقای؟ خب اینجا بنابراین برمیگرده اینکه مسائل اجتماعی و جهان اجتماعی ما بسیار مهم است و اینکه اینها برای مردم چقدر شاده آفرینند و چقدر غم آفرینند بسیار بسیار مهم. یعنی ما برای اوساط و ناس و تعبیری برای عموم جامعه، برای اینکه بتونیم مفهوم شادی رو جا بیاندازیم، باید رجوع کنیم به مفاهیم و مسائل اجتماعی. بله، یک بخش ماجرا اینه. من خیلی موافق این دیدگاه نیستم. من عرض میکنم یک بخش ماجرا اینه. معنی سخن من این نیست که در واقع همینجا همه چی تمام میشه. اما اگر ما بپذیریم که هر یک از ما از کودکی تا بزرگسالی پیری در واقع رشدی میکنیم، خب لذا آدمیانی که ما دربارشون داریم سخن میگیم مراتب گوناگونی دارند. بله. و لذا یک نفری میبینید، جوانی رو میبینید که در واقع با همین شادی بیرونی به قول شما مدرن دلخوش است. بله. این نباید مایه ملامت ما ملامت به وی بشه. چرا؟ یعنی این که این یک مرتبه ای دارد، باید این مراتب خودش رو طی بکنه و مرحله ای برسه. اون بحث نیازهای مازلو رو فراموش نکنیم. بله. مازلو سلسله مراتبی از نیازها رو مطرح میکنه. در پایین ترین سطح نیازها نیازهای مادی قرار میگیرن و در عالی ترین سطح نیاز این تحقق خیشتن مطرحه. خب بنابراین وقتی انسانی درگیر امور آغازین خودشه و هنوز ما فرصت رشد به اون ندادیم که اون مراتب بالاتر بره، نمیتونیم از اون انتظار مراتب بالاتر داشته باشیم. ببینید، انتظار مراتب بالاتر نمیتونیم داشته باشیم، من اینو میپذیرم. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ وقتی ما در حوزه آموزش و پرورشمون مفهوم شادی انفسی رو برای نوجوانانمون یاد ندادیم، مفهوم بهجت اید رو به معنای باطنی خودش یاد ندادیم، از اون نوجوان یا از اون جوان نمیتونیم طلب بکنیم این نوع از شادی رو. اما کجای بحث من با جناب عالی موافق نیستم؟ اونجا که در حقیقت ما شادی رو بیشتر باید در وجوه اجتماعی بجوییم. اگر نظام تربیتی ما یا نظام آموزشی ما، اونجایی که در داستان عارفان ما وجود داره، نظامی بر وجه طبقات اجتماعی عرفانی باشه، ما برای آدم‌هایی در بون رنج اجتماعی میتونیم شادی رو هم بیاریم. ببینید، شما باید اون آدم در اوج جنگ و جدال و سپری کردن لحظات دهشت میتونیم قلبش رو بهتر پر کنیم، چون یاد گرفته و آموزش دیده. خب باید شما انسان به تربیت کرده باشید و عرض کنم که برای این تربیت مراحل باید داشته باشید. این من عرض بکنم که ببینید، من برای اینکه بتونم روش بکنم نمیتونم ناگهان از صفر برم به صد. اصلا خب بنابراین من تو این مسیر روش مراتبی دارم، از مراتب دانی تا مراتب عالی. بله. خب وقتی من در مرتبه دانی هستم، هنوز باید اینجا این نیازهایی که من باید سر کار دارم پاسخ داده بشه تا بتوانم از اون مرتبه عبور کنم. بله. خب وقتی که ما برای انسان این امکان فراهم نکردیم که او بتوانه به نیازهای سطح پایین تر خودش پاسخ بده، شما هر قدر که عالی ترین معانی رو عرضه بکنیم، اون درگیر اونجا قبول دارم. خب اون بله. شاعر معاصر به زیبایی میگه، بسیار زیباست این شعر: قرآن برای مردم بینان مخوان رفیق، این حرف ها برای کسی نان نمیشه. بله، خود پیغمبر هم فرموده که فقر اگر در یه جامعه باشه، ایمان از اون طرف خواهد رفت. اینو قبول میکنم. این اینجا قبل از اینکه از معنویت باید سخن بگیم، باید نان بهش بدیم. خب قبول، از این مرحله عبور قبول میکنم. اما نکته اینه آقای دکتر میری، ببینید ما به یه جایی از بحث رسیدیم، مراتب سلوک در عرفان اسلامی ما و در فلسفه اسلامی ما اگر با آموزش همراه باشه، برای اون فرد در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میتونه بهجت به ارمغان بیاره، چیزی که در ادبیات عرفانی ما موج میزنه. از اون طرف آبراهام مزلو در حقیقت چینش سطح رشد آدمی رو آنچنان مطرح کرده که اول نیازهای اولیه او باید
مورد درنگ قرار بگیره، البته مورد نقص هم قرار گرفته، مدلو همه او رو نمیپذیرن با این هرم، اما او اینگونه مطرح کرده که نیازهای اولیه مطرح شود و بعد از او به نیازهای متعالی بپردازیم. و خب در ادبیات دینی ما هم هست که در حقیقت فقر با دینداری در یک جا جمع نمیشود، فقر با ایمان در یک جا جمع نمیشود، این رو هم دارم. اما میان این دو کفه از ترازو، آموزش مراتب معنوی و شادمان کردن آدمیان در شرایط سخت اجتماعی، یا شرایط سخت اجتماعی بدون آموزش‌های معنوی و تأکید بر شرایط اجتماعی فقط، میان این دو شما کدام یکی می‌پسندید؟ من فکر می‌کنم که تجربه معاصر ما نشون داده که آموزش و پرورشی که تلاش می‌کنه معنویت رو تدریس بکنه و یاد بده، یعنی معنویت رو بروکراتیزه بکنه، شکست خورده. یعنی ما شما مثلا میگم، من الان دو تا پسر دارم که اینا درگیر الان میشه گفت راهنمایی و دبستان هستن. شما کتاب های اینها رو که نگاه بکنی، همش غیر ریاضی و مثلا علوم و اینها، همش ناظر بر معنویت دیگه، یعنی ناظر بر عرفان معنویت. ناظر بر عرفان و معنویت هست، اما آیا این ناظر بر عرفان و معنویت با هدف ایجاد بهجت تدوین شده یا نشده؟ خب حالا ببین، اصلا حالا اصلا اساس نمیتونیم اون اصل رو نادیده بگیریم. بحث بر سر اینه که آیا بهجت تدریس شدنیه به صورت بروکراتیزه 84، یعنی مثلا من که میام به عنوان مثال حقوق میگیرم ساعت 8 تا 4 باید سر کار باشم، میتونم موظف ایمان تو بشم؟ یه همچین چیزی هست؟ اما اگه چوب معلم عبود زمزمه محبتی اون معلمه کدوم معلمه بوده؟ اون معلمه تو کدوم فضا بوده؟ اون معلمه وقتی میومده اتفاقا دانش آموزی میرفته سراغش. به عنوان مثال اصلا یکی از اصلها در خود عرفان ما یا بینش عرفانی ما این نیست که به عنوان مثال پیر بده دنبال مرید، آقا بیا من میخوام به تو راه حق بنش. اتفاقا پیر باید اونقدر دور بشه تا این مریده تشنه بشه بره به سراغش. من فکر میکنم اون چیزی که امروز ما دوچارش شدیم و حالا همین معنی که شما به دنبالش هستی میگی چرا اتفاق نمیفته و اینها، به دلیل اینه که نوع تفکر بروکراتیزه، یعنی نوع تفکری که به شما میگم کارمندوارانه، بله. از درون بینش کارمندوارانه شما نمیتونی انسانهای به عنوان مثال کامل درست بکنی، یا اصلا به دنبال این باشی که انسان رو به بهجت ببری. چرا؟ چون وقتی اون مفاهیم میاد در داخل نظام آموزش و پرورش و بعد نمره میخواد بهش داده بشه و من باید حفظش بکنم بدون که بهش توجه بکنم، معایبی داره. اما صحبت من بر مدار اصلی هنوز بین دو استاد هست، هر دو استاد رو الان به چالش میکشم. مراتب سلوک، آموزش مراتب سلوک در فضای کنونی عرضه میکنم و در تاریخ تصوف و تاریخ ایرانیت دارم عرض میکنم، موجب ایجاد بهجت میشه. در حمله مغول، در پس از او، در قبل از او، امید رو در جامعه ایرانی ما میتونیم حفظ کنیم. یعنی ما میتونیم با مراتب درست از آموزش به جامعه خودمون القاء شادمانی درونی، و چون که در جان رفت جان دیگر شود، به قول اقبال جان شد دیگر شد جهان دیگر شود، رو تبیین بدیم. اما اگر اکنون در این فضا نیستیم، خب اون نقص آموزش ماست، نقص زمینهای پرورش ماست، نقص زمینهایی است که ما امروز بهش پرداختیم. حالا شاید آقای دکتر مهندسی میخواد بحثی رو بگیم، من قبل اینکه بگم یک کوچولو یه نکته‌ای بگم بعد من بحث رو میسپارم. آقای عزیزی، آقای فکر میکنم چارلز، الان خدمتت میگم، که کتاب دی اسکولینگ سوسایتی رو نوشته، مدرسه زدایی، یه لحظه ایلیچ، آفرین، ایوان ایلیچ، یه نکته خیلی جالبی میگه و اتفاقا شاید ناظر به این بحث شما هم باش. بله. میگه که آقا سکول، کلمه سکول که ما ترجمهش کردیم به مدرسه، این سکول ریشهش یونانیه و به معنی فارغ شدنه، آزاد بودنه. بودن. آره، میگه اتفاقا وقتی مثلا در ادبیات یونانی یا هلنی، تفکر هلنی، وقتی میخواستن بگن به عنوان مثال یه نفر میخواد مثلا آزاد بشه، رها بشه، یعنی از بسیاری از کارهای یدی و مشقت و رنج میخواد رها بشه، میرفت سراغ
پایده یا سراغ همین که شما میگی آموزش. بله. خودشو آموزش بده، یه درجه بره بالا. میگی ولی امروز تو برو از هر دانش آموزی بپرس وقتی بهش میگی سکول مدرسه چی تو ذهنش میاد؟ محدودیت. برو بشین. میگفت چرا؟ میگفت این مدرسه ای که امروز درست شده، درسته اسکولش با همون اسکوله، یه اشتراک لفظیه، چون اینجا اتفاقا دانش آموزا میخواد تربیت بکنه برای نیروی کار تو نظام سرمایه‌داری، باید بهش رژیمنت بده، بهش یک نظم درونی بده که آقا صاف بشین مثلا 8 ساعت باید پای مثلا یه دونه دستگاه بشین. میگه این اتفاقا تو رو فارغت نمیکنه. وقتی شما میگی اون آموزشی که طریقت مثلا میداد یا عرفان ما میداد بعد از حمله مغول میداد به انسان بهجت میداد، این آموزش رو باید اینو باید دکنستورش بکنیم، اینو باید یه مقداری شالودش رو پایینش بازش کنیم، ببینیم اون آموزشه همینی که ما امروز داریم میگیم اشتراک لفظیه. درست، اون آموزش این نیست. آقای دکتر مهدی نظر من هم نقدی دارم، نه از زمان به حرف از به یک گرایش دیگری که در واقع در میان ما رایج است و من متاسفم این رو در واقع آدم باید بگیم نتونید جاهای دیگه هم بارها این رو گفتم، میراث فرهنگی ما بسیار غنی است، منتهی یک مشکل اساسی که ما داریم اینه که ما نیازمند این هستیم که عناصر مثبت این میراث رو در عصر جدید نظری پردازی رو کنیم. بله حتما، یعنی در واقع این شکلی که الان سیمپلیفاید بکنیم، ساده سازی بکنیم، هم نظر پردازی بکنیم. آقای دکتر ادبی میفرمایند من نگران در واقع سخنان شعاری میشم، سیمپلیفاید نشده، ساده سازی نشده. یعنی ببینید این اون چیزی که ما میگوییم این باید تئوریزه بشه و مراحلش مشخص بشه که چطور من میتوانم انسانی رو تربیت بکنم که در واقع با اولین محرک های بیرونی منفی به هم نرید. احسن. خب یکی از بزرگترین صفاتی که قرآن برای یا فرهنگ اسلامی ما برای انسان برمی شماره به نظر من صفت بزرگتری از اون می شناسم صفت حلمه که در مقابل جهل در قرآن قرار می گیره و انسان حلیم یکی از والاترین انسان هم. انسان است که همه می توانند در شرایط گوناگون به او تکیه کنند. خب حالا نکته اینه تئوری ما برای مثلا پروردن انسان حلیم چیه؟ یعنی ما نمیتونیم فقط بگوییم که این میراث ما داریم و چین چنان در اصل فلان چه کرده ایم. بله. باید اینا آیدو که بیاد تئوری پردازی سیمپلیفاید بشه، مراحلش مشخص بشه. اینو شما ببرید توی همون اسکولی که آیدو توی میگه توی مدرسه اونو اجرایی بکن و ثمرش ببینی. خب مثال دیگه بزنم از جهان غرب، از عالم مسیحیت. ببینید ما توی میراث دینی خودمون بحثی داریم به نام افزودن ایمان. همینطور مثلا قرآن میگه که با قرآن خواندن بر ایمانتان افزوده میشه. یا عرض کنم بزرگان دینی ما از مراتب ایمان سخن گفتن، اون سخن معروفی که منصوب به حضرت علی است که ایمان مؤمنان رو تقسیم میکنه به سه دسته، بزدلان، تاجران و عاشقان. همه این نکات حکیمی هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سکینه رو بر قلب اونها نازل میکنه که ایمانشون بر ایمانشون افزوده بشه. حالا انسان غربی عرض کنم که چی کار کرده تو این زمینه؟ آقایی به نام جیمز فولر. بله. ایشون هم متعلق الهیدان مسیحی و هم روانشناسه و در یک کالج مسیحی هم تدریس میکنه. ایشون نظریه پرداخته به نام نظریه رشد ایمانی، فیس دیولپمنت، رشد ایمان. ما آمده مراحل رشد ایمان تئوری پردازی کرده. خلالی. یعنی از میراث مسیحی خودش بهره گرفته، این رو آورده آیدو که توی روانشناسی شاید و نظری روانشناسی برای رشد ایمان مطرح کرد، پله پله توریده کرده. آره. که انسان از مثلا سنین پایین تا عالی ترین سنین رشد معنوی و عقلی خودش چه مراتب ایمان طی میکنه و هر کدوم از این مراتب چه ویژگی دارن. بر اساس تئوری آقای فولر صدها کار تجربی انجام شده و نقدهای گوناگون به ایشون زدن و بعد آمدن تئوری ایشون رو پالایش کردن و تکمیلش کردن. بله.
من این رو الگو عرض کردم. خب ما اگر در این میراث چیز ارزشمندی داریم که من معتقدم که بسیار داریم، خب چیزایی که باید نقد بشه و پیرایش بشه و کنار زده بشه هم زیاد داریم منتقد خودش هستم، که ما نمیتوانیم فقط با این میراث شعاری برخورد کنیم. ما باید بتوانیم عناصر مهم این میراث رو تئوری پردازی بکنیم. درسته، کاملا میپذیرم. این سیمپلیفاید کردن داستان، ساده سازی اون و در این حال تئوری پردازی کردن اون، موجب میشه که اون آموزشی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت به ارمغان بیاد. شمس تبریزی میگفت که شادی را رها کرده غم را میپرسته. شادی همچون آب لطیف و صاف است، به هر جا میرسد در حال شکوفه عجیبی است و شکوفه های عجیبی را می رویاند. غم همچون سیلاب سیاه به هر جا که رسد شکوفه را پژمرده می کند و آن شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. درسته، این رو شمس تبریزی میگه شادی و غم یه همچین عرصه، ولی نوجوان امروز ما یا باید ساده این رو آموزش ببینه یا به تبریزی که جمعوری فهمدید باید تئوریزه بشه و برایش تو مسجد تئوریزه و وقت سیلابس درسی ازش عملیاتی، عملیاتی بشه. بحث بسیار خوبی با اساتید پی میگیریم در برنامه زنده صوفیا با حوزه مفهومی شادی و فلسفه. با برنامه صوفیا در خدمت شما عزیزان هستیم. 301035 شماره پیامکی ماست. البته پیش از اون که من اعلام بکنم، الحمدلله مخاطبین فریقه ما سوالات خودشون رو فرستادن، حالا یه مقداری بحث پیش بره به سوالات هم خواهیم پرداخت. آقای دکتر میری بحث خوبی رو آقای دکتر مهندسی پیش کشیدن و اون ساده سازی و آموزش بروز برداری در حقیقت تعالیم معنوی ماست. یک کتابی رو میدیدم که خانم سها تاج فرخی که اصالتا پاکستانی هست با محوریت مفهوم البشاره در عرفان ابن عربی به رشته تحریر در آورده و تلاش کرده عرفان محی الدین ابن عربی رو بروز رسانی بکنه، ادبته بکنه، مراتبی از مراقبه رو اونجا توضیح بده. خیلی کتاب خوبیه، اما خب ما از این نوع از مفاهیم مثلا انجام ندادیم تا به حال. از کجا باید آغاز بکنیم آقای دکتر میری و اصلا چرا تفتون به این امور رو ما پیدا نکردیم تا به حال؟ بحث خوبی رو آقای محدثی مطرح کردن و اون این که اساسا ما وقتی نوع نگاهمون به سنت یا نوع نگاهمون به میراث یک نگاه موزه‌ای یا خیلی شعاریه. حالا اگه ما بخوایم از این حالت خارج بشیم یا از این وضع خارج بشیم چگونه باید ورود پیدا کنیم؟ اول من فکر میکنم ما یه بحثی هم داشتیم، حدود فکر میکنم پارسال بود، خود آقای دکتر محدثی هم بود، در مورد نوع نگاه شایگان به میراث فلسفی حکمی و ادبی ما. و شایگان اونجا وقتی بحث میکنه کاملا به صورت انتزاعی، به صورت انتزاعی در مورد مسائل حکمی و فلسفی و ادبی ما بحث میکنه، در حالی که در دنیای مدرن زندگی میکنه، در حالی که درست حکمت و فلسفه و عرفان و ادب و اینها مضامین بسیار بلندی دارن، ولی اینجوری نیست که اینها یه عصمت ذاتی داشته باشن. ما باید یه نوع نگاه انتقادی هم داشته باشیم که بتونیم برای وضع موجود هم پاسخگویی بود. یه نکته دیگه که فهم کنم، تو این کتابی که هویت سلتکش به نظرم به تلاشوی از این دست کرده یه نکته دیگه که یه مفهومی هستش در فلسفه علم ازش استفاده میکنن و به نظر من این ما میتونیم برای نوع مواجه همون با همین بحث که آقای محدثی هم مطرح کرد این رو استفاده بکنیم. در فلسفه علم مفهومی داریم با عنوان under theorization. بله، مثلا شما نگاه میکنید سنت هگلی یا مارکسی اینقدر در این 200 سال اخیر بهش پرداخته شده، نقد شده، به عنوان مثال زیر و رو شده، اتفاقا این سنت فربه‌تر شده. ولی مثلا میگم نوع نگاه ما مثلا به ملا صدرا، نوع نگاه ما مثلا به ابن عربی، نوع نگاه ما مثلا به فلاسفه اسلامی یا حکمای ایرانی چگونه بوده؟ یا بیشتر شارحشون بودیم در بهترین حالت، یا مدرس بودیم تدریس کردیم نیامدیم یک نوع مواجهه‌ای داشته باشیم که یک مواجهه انتقادی باشه، دو مواجهه انضمامی. یعنی همین بحثی که شما الان مثلا مطرح کردی برای یه نوجوان، برای یه جوان وقتی ما می‌خوایم در مورد بحث صحبت کنیم نمیتونیم بریم فقط باش تئوری پردازی
خاص بکنیم، که باید تلاش بکنیم اینها رو به صورت انضمامی و در نسبت با وضع اجتماعی که امروز درش قرار گرفتیم، نظامی که ما امروز درش قرار گرفتیم، اون سوشال اوردر، نظم اجتماعی که درش قرار گرفتیم، یقینا ما مثلا با قرن هفتم هجری مثلا قمری خیلی متفاوته. انسانی که در اون روز زندگی میکرده کل این ایران رو نگاه میکرد، شاید چنان 2-3 میلیون جمعیت نداشته، بعد 5 تا شهر هم ممکن بوده نبوده. شما الان نگاه میکنی در اوائل انقلاب، مثلا میگم سال 57 نسبت جمعیتی ما 70-30 یا 69 به مثلا 31 بود، 31% شهرها بودن، 69% 70% در روستاها بودن. بعد کل جمعیتون 28 میلیون نه 30 میلیون بود. الان این جمعیت 90 میلیونی 10 میلیونش هم رفتن بیرون از ایران، 100 میلیونی تقریبا نزدیک 80% 85%ش در شهر. اتفاقا اونایی هم که دیگه روستا هستن، روستا به معنای سابق هم نیستن. خب در چنین وضعیتی شما وقتی میخوای به عنوان مثال در مورد بهجت شادی یا فضاهای شادی در اجتماع صحبت کنی، نمیتونی مانند مثلا 700 سال پیش 800 سال پیش سخن بگی. همینطوره. خب کار خیلی سخت میشه آقای دو محدثی با این فضا. آقای جیمز فولر دقیقاً خیلی با این نظریه رشد ایمانیش قیل و قال در دنیا به پا کرد و خب مسیحیت هم البته بر اساس محبت چون پایه خودش رو گذاشته و اون سازوکار شکننده فقهی یهودی رو نداره، طبیعتاً این نوع تئوری در او به نتیجه بهتری میرسه، به سازوکار بهتری میرسه. بر اساس همون سازوکار اگر بخواید آغاز بکنید این مفهوم مهم رشد ایمانی رو و بر همین پایه‌های عرفانی خودمون در مورد شادی و بهجت صحبت کنید، از چه جایی باید این پلکان تئوریزه کردن رو بیاغازیم؟ از کنم که من البته فولر رو من باب مثال عرض کردم که ما رویه شعاری رو برخورد شعاری رو با میراث دگرگون بکنیم و به یه جایی برسیم که بگیم در واقع شکر این میراث، شکر این میراث اینه که ما اون رو بیاریم در قالب تئوری‌های جدید مطرح بکنیم و اون تئوری‌ها رو براش عملیاتی سازی بکنیم و در جهان زندگیمون، تو مدرسه‌مون، تو رسانه‌مون، توی امور روزمره‌مون، تو بازارمون این عملیاتی بشه و وارد بشه. شکر اگر ما در واقع نسبت افتخار میکنیم که یک میراث معنوی ارزشمند داریم، شکرش اینه که ما این کار انجام بدیم. و دلیل من معتقدم که ما نسبت به اون عناصر مثبت میراثمون هم کفران نعمت کرده ایم. همه داره. خب بعد یه مثال دیگه بزنم که این موضوع جا بیفته، بعد من یک گام جلوتر برم. ببینید بهترین کتاب رو درباره به گفته بزرگان، به گفته صاحب نظران، بهترین کتاب رو درباره امر معروف و نهی از منکر یک امریکایی نوشته به نام مایکل کوک. بله مشکوکه. خب بگونه ای که از قضا مسلمان هم نیست. بله بگونه ای که ما تحقیقی رو شروع کرده بودیم راجع به امراض ترجمه هم شد بایستا نشد از کنم که مراجعه کردیم به استاد مصطفی ملکیان، ایشون گفته بودن که شما چی کار بخواییم بکنید که ما که نکرده. خب تا یعنی اینقدر در موقع روش شناسی بحثش خیلی بودیم. 15 سال ایشون 3 زبان یاد گرفته، ترکی، فارسی و عربی، و منابع این 3 زبان رو در باری اول از روکر خونده و ارز کنم که بعد رو بگیم کتاب. ولی به آخرین فتاوای مراجع ما، ولی یادمی که اون سال که این کتاب در آمده بود، به آخرین فتاوای مراجع دینی ما اشاره کرده بودشون. آقای دکتر سید حسن اسلامی در استاد دانشگاه اجیان مزدرگان، ایشون میفرمودن که گفتگوی داشتیم، گفتن که ایشون آمده با منم گفتگو کرده، باید مشخصات دو کتاب منم گرفته و اونجا ارجاع داده. بله ما یه روش شناسی بس خیلی بدید. بعد مایکل کوک در واقع چرا روی امر از منکر کار کرده، داستانش تعریف کرده. میگه من خبری در روزنامه خواندم که در یکی از ایستگاه‌های متروی امریکا یک مردی جلوی آدمای دیگه به یک زنی تجاوز کرد و اون زن هر چقدر ترسیده کرده کمک خواستی کسی نیامد. اومد پلیس در روزنامه اینو منعکس کرده بوده که از این پس در مواقع مشابه اگر کسی کمک بکند ما بود پاداش خواهیم داد. بعد ایشون میگه که من جستجو کردم فهمیدم که در فرهنگ اسلامی
آموزه‌ای هست که به افراد یاد میدهد این گونه مواقع بیان وسط. امر به معروف و نهی از منکر. نه اون امر به معروف منکر. اسم کتابش این دقیقه همینه. همینه بله امر به معروف. ببینید این آمریکاییه به قول شما مسلمان نیست ولی در این میراث چیزی دیده و بعد مؤسسات آمریکایی بهش تأمینش کردن 15 سال راجع به این موضوع کار کرد. خب اینجاست که من میگم ما نسبت به میراث خب قبول کن ولی سوال من سر جا شاید از کجا باید آغاز بکنم؟ خب یکی از کاری که یکی از مباحثی که با من تمرکز جدی بکنیم همین تفکیک مخاطبان ما هستن، تفکیک کسانی که ما میخواییم به اونا بپردازیم و با اونا صحبت بکنیم یا چیزی رو به اونا عرضه بکنیم. یکی از ایرادهای اساسی ما در نظام آموزش و پرورش ما اینه که ما مخاطبمون رو در واقع دسته‌بندی نمی‌کنیم. مثلا ما می‌خوایم آموزش دینی بدیم انگار که برای مثلا دانش آموز پنج ابتدایی همونجور باید حرف بزنیم که برای دیپلم و برای دانش. خب در حالی که تمام سر و کارت با کودک گفت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. بله تمام نظریه های روانشناسی به ما می‌آموزد که مراتب رشد عقلی وجود داره، تئوری پیاژه. مراتب رشد اخلاقی وجود داره، تئوری لورنس کالبرگ که مراحل اخلاقی آدم ها دست بنده. بله. و تئوری رشد ایمانی داره آقای فولدر و بعد متأثران از فولدر. بله. آدم ها رو مرتبه‌بندی میکنن و بعد ما رو میآموزن که شما باید متناسب با مخاطبت آموزش بدید. مثلا برای دانش آموز ابتدایی اگر از دین و ایمان میخوایی صحبت بکنیم مثال عرض میکنم برای اینکه بحث ساده تر بشه. مثلا به جای آموزه های پیچیده انتظاری دینی باید برای او داستان های دینی بگیم. اصلا اولین کتابی که شاید متعلق نمیشه داستان راستانه و در تصوف ما چرا اینقدر داستانگویی پر اهمیته؟ به خاطر اینکه این جنبه تعلیمی داره. بنابراین خب من یه مشکل اساسی ماده ما مخاطبمون تو هر بحث چه شادی چه ایمان چه هرچی ارز کنم که ما این مرتبندی ها نداریم. خب آقای دکتر ببینید با همین فرجایی که باشیم خب همین تفکیک مخاطبین در محله شادی بحث رو متمرکز تر کنیم. آقای دکتر میلی تفکیک مخاطبان در محله شادی برای نوجوانان و جوانان از کجا باید آغاز کرد؟ ببین امروزه که ما مثلا میگم رسانه های جمعی بله بله رسانه های اصلا حالا قبل از این که میراث حالا عرفانی و تصوف و اینا شما خود قرآن رو مثال بزن. قرآن همش مثال میزنه. چرا مثال میزنه؟ یک اولا با یه فرهنگی شما نگاه کن الان این آموزش عمومی که امروز ما باهاش داریم زندگی میکنیم 200 سال بیشتر قدمت نداره. در ایران 110 سال 120 سال. شما برو مثلا 1500 سال قبل جامعه‌ای که اصلا درس و مدرسه و اینجور چیزا اصلا توش وجود نه. خب خدا میخواد با اینا حرف بزن همش این مثال میزن. بعد مثالاش هم مثالای عینی از باغ مثال میزن، از شطور مثال میزن، چیزایی که آدما میبینن میفهمن لمسش میکنن. حالا تو دنیای امروز به نظر من در مورد حالا پرسش شما ما امروز رسانه های جمعی بیشماری داریم. این دیجیتالیزه شدن جهان امروز و خود فرم‌های مختلف آموزش دیگه فقط این که بریم تو کلاس روم توی کلاس بشینیم دیگه این خیلی کلاسیک شده، خیلی به نظر من آلا موده شده دیگه، خیلی به روز نیست. بله. ما میتونیم از این رسانه‌های جمعی و از این فرمت‌های مختلف خب برای آموزش. بله ولی من در مورد مفهوم سوال می‌کنم. ببینید بحث من اینجاست که ما می‌خوایم در مورد مفهوم شادی صحبت کنیم برای یک نوجوانی که شادی رو در بازی می‌بینه، شادی رو در موزیک میبینه. میخوایم برای او شادی رو تعریف بکنیم که یک جنبه ای از جنبه های باطنی رو هم داشته باشه. استرزمان روش القائی رو هم نمیخوایم در نظر بگیریم که به لحاظ روانشناسی یه چیزی رو تلقین بکنیم که او الا ولا بود اون تلقین رو بپذیره. از کجا باید آغاز بکنیم؟ من مورد اول گفتم که مخاطب شناسی رو بکنم. بله. مخاطب اون رو درجه بندی بکنم. بله. اما بحث مفهومی در باره شادی. بله. پیشنهاد دیگه ای دارم که اونو مکمل دقیقا همینه. اون از آقای دکتر میری و از دادی دادم نرد بکنی. تفکیک
اون بحثی رو که آغاز کرده بودیم، مراتب شادی و مراتب حزن، بله، تفکیک شادی و حزن با معیار ناظر بودن به خیر محدود و ناظر بودن به خیر نامحدود. بسیار. یعنی ما شادی ها رو دسته‌بندی بکنیم به شادی های ناظر به خیر محدود و شادی های ناظر به خیر نامحدود. بله. غم ها هم همینطور و حزن ها هم همینطور، حزن های ناظر به خیر محدود و حزن های ناظر به خیر نامحدود. میخوام یکم راجع به این خوبه. خیر محدود صحبت کنم. بله 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 بسیار خوبه. خیر محدود چند ویژگی داره. یکی این که عرض کنم که تا وقتی که نادر و کمیابه ارزشمند تلقی میشه و وقتی که عرض کنم وفور پیدا میکنه از ارزشش کاسته میشه. مثلا فرض کنید که اینجا الان مثلا 10 میلیون پول هست و قراره که این پول بین ما 3 نفر تقسیم بشه. بله. خب عرض کنم که این پول اگر که حتی کمتر باشه و ما بهش نیاز داشته بریم که چیز بشه نیاز داریم، این من هر چقدر به این بیشتر دست پیدا بکنم برام محدود تر تلقی میشه، چون خیرش محدوده. خیر محدود. اگر از این برداشته بشه من بیشتر بردارم، به شما دو نفر کمتر میرسه. همینطوره. درسته. همینجور تو خوردنی ها و پوشاک و الاخر میگیم اینا خیر محدود. اما اگه اینا وفور پیدا بکنه ارزشش کاسته میشه دست. اون اهمیت و اون ولع، اون حسی که میگه فرد داشته باشه دیگه اونو نشته. پس خیلی محدوده که این که تا وقتی کمیابه ارزش داره. دیگری ویژگی دیگری که خیر محدود داره این که ما باش رابطه عرضی برقرار میکنیم نه ذاتی. یعنی چی؟ رابطه عرضی رابطه ای هست که ما از قبل رابطه به چیزی میاندیشیم یا به چیزی میرسیم. بله. اما رابطه ذاتی رابطه ایست که نفس رابطه برای ما پاداش دهد. مثلا من با دکتر ادبی دوستم، چون ممکنه دکتر ادبی برای من یه فرصتی فراهم بکنه. این عرضی. این عرضیه. چون اینجا خود دکتر ادبی برای مهم نیست. جسارت میکنه. مثلا درست بعد روشن بشه. درسته. اما اگر خود نفس این دوستی مطرح من با دکتر ادبی مهم باشه و من پاداش وجودی ببرم از دوستی و ارتباط، این میشه رابطه ذاتی. پس در خیر محدود رابطه رابطه عرضی. این ویژگی دومه در واقع پدیده هاییست که در واقع عرضی هستن. و دیگری این که اصلا در مثلا امر خیر محدود معمولا ما در به نحو وجودی بهرمند نمیشیم، به نحو اگزیستانسیل در واقع بهرمند نمیشیم و گویا فرض کنم که اون تنهایی ما، اون چیزی که باید اون تنهایی ما رو در واقع قدری تسکین بده نه خیر محدود رخ نمیده. تسکین تنهایی کامل نیست. بله. در واقع برمیگرده به نگاه ما به انسان. اینجا فرض کنم که من نگاه فلسفان اگزیستانسیالیستی به انسان رو بسیار میپسندم. بر اساس ادبیات فلسفی انسان موجودی حفره‌مند است. حفره‌های متعدد داره که این حفره‌ها پر شدنی نیستند در این جهان. یکی از این حفره‌ها تنهایی است. من البته به شوخی میگم که انسان موجودی سوراخ سوراخ است. یعنی این حفره‌ها، حفره‌های وجودی که ما داریم، یکی از اینها تنهایی است و این یکی از بزرگترین حفره‌های ماست و عرض کنم که خیر محدود نمیتوانه این قسمت از این حفره های ما رو در واقع امتونه حفره ذاتی ما رو پر کنه تسکین بده و ما رو به آرامش برسد. عرض کنم که حالا شادی های ناظر به چنین خیری مراتبی از شادی هستن و شادی های در واقع مربوط به ناظر به خیر نامحدود اونها در واقع مراتب عالی تری از شادی هست. حالا من اینم سریع عرض حالا خیلی نامحدودش هم بفرمایید. خیلی نامحدود در برابر این سه تا فاکتوری که در مورد من فرمودید. چه ناظر باشه چه کثیر باشه فی نفسه ارزشمند. مثلا شجاعت یک فضیلته و اگر من شجاع باشم، آقای دکتر میری شجاع باشه و آقای دکتر ادبی شجاع باشه، این از ارزش شجاعت هیچ کدوم کم نمیشه. اگر شما دانا باشی، من دانا باشم، ایشون هم دانا باشه،
دانایی ما برای ما یه فضیلته. و هزاران نفر هم دانا باشند، از ارزش دانایی هیچ کدام ما خبر نمیشه. دوم اینکه رابطه ما با پدیده رابطه ذاتی باشه در مقابل رابطه عرضی. مثلا من ممکنه با مادرم رابطه عرضی برقرار کنم، مادرم من پول میده، من میام سراغش، پولش برام مهمه. و یه وقت است که مادرم حضورش، حضورش، این که من بشینم پای سخنش و او فقط لحظاتی با من سخن بگه، برام یک دنیا ارزش داره. این رابطه رابطه ذاتیه و این خیلی خیلی نامحدود. و سوم این که اون پدیده‌ای که من بهش توجه دارم با اون حفره‌های ما تناغم بشه باشه، پیوند برقرار میکنه و اونها رو در واقع در ما پر کنه، یعنی پر کنه و یا دست کم ما رو از اون جهت غنی بکنه و خلأ وجودی ما. به قول یکی از جامعه شناسان دین سوئدی میگه محرومیت وجودی ما، محرومیت وجودی همون اصطلاحی است که عرفای ما و دین ما، فرهنگ دینی ما ازش تحت عنوان فقر یاد میشه. فقر به اون معنا فقر منفی، نه فقر مثبت، چون الفقر و فخری اون فقر در این فقر قناست، این فقر منفیه، محرومیت وجودی فقر منفیه. و ما محرومیت وجودی داریم و اون چیزی که بتوانه این محرومیت وجودی ما را قدری پاسخ بده اون باز در میکرده خیر نامحدود. ببینید حافظ میگوید که من فقیرم به راه کعبه نرفتم، اما حجر الاسود خال تو مرا حاجی کرد. این فقیری در اوج غنا بودنه، غنی بودنه، یعنی او انقدر از حضرت ذوالجلال، از حضرت باری پره که دیگه رفتن به کعبه برای او مصداق خیلی خاصی نیست. حجر الاسود خال تو مرا حاجی کرد یک سازوکار متفاوتی رو برای او داره تعریف میکنه که اون حفره وجودیش رو تعبیر شما یا محرودت وجودیش کاملا پر میشه. و خب این همان وجهی است که شاید ما در دهجت میتونیم از اون پیدا بکنیم. بریم اتاق فرمان به نکات خوبی در حوزه محدودیت خیر و نامحدودی خیر پرداختیم. شمس تبریزی میگفت هیچ مرا با رنج نسبتی نیست، هستی من نماند که هستی از رنج بود، وجود من پر از خوشی. همین نکته که جناب عالی از حفره‌های وجودی گفتید و خیر نامحدود، خوشی نامحدود ما رو مملو و از وجود خودش میکنه. آقای دکتر میری به یک دو سوال هم پاسخ بدیم. شنوندگانمون فریخته پیگیری کردن، 0912 40 28 سوال کردن که آیا شادی تحت تاثیر تربیت و الگو یا بدون تربیت، بدون دقیقاً الگو هم میتونیم شاد باشیم، یعنی فطریه یا تحت تربیت و الگو؟ اونجوری که من میفهمم و درک میکنم، من فکر میکنم یک وجه اگزیستانس انسانه. فطریه یعنی؟ بله، یعنی اینجوری نیست که ما بیایم بگیم مثلا شادی رو درس بدیم. شادی چقدرش فطریه، چقدرش اونجوری برداره؟ ببین شما میتونید تو جوامع مختلف، تو جوامع مختلف حالات و فرمهای گوناگونی از شادی کردن رو ببینی، ولی خود اون وجه اگزیستانسیاله شادی به نظر من یکی از ساحات وجودی انسانه، در مواجهه با جهان، در مواجهه با هستی، در مواجهه با پدیدارهای انسانی. حالا اینکه من این شیوه بیانم یا شیوه شادی کردنم چگونه باشه، ممکنه در فرهنگهای مختلف به یک گونه متأثر از همون پروسه سوسیالیزیشن یا جامعه پذیری هم باشه. مثلا ممکنه تو فرهنگ ما میگن خیلی بلند نخندید مثلا، یا مثلا توی یه فرهنگ دیگه اتفاقا میگن خیلی بلند بخندید، یه فرهنگ دیگه مثلا سکوت بکنید. تو فرهنگ‌های مختلف ممکنه به عنوان مثال متفاوت باشه، ولی من به نظر من شادی یکی از ساحات وجودی انسانه. آقای دکتر محدثی 0918 36 50، با سلام خسته نباشید، ارجحیت با کدام است، شادی آفاقی یا شادی انفسی؟ من اشاره میتونم به فروش قبلی هم بکنم. ببینید پدیده هایی مثل شادی چند بودی هست و مثل خود عشق پدیده ای چند بودی هستن و در وجود آدمی تحت از ساحات مختلف تأثیر میگیرند و تأثیر میگذارند. شادی هم در واقع همونجور که آقای دکتر به درستی هم گفتن یک وجه اگزیستانسیال داره، وجودیه، یک وجه بیولوژیک داره،
یک وجه روانشناختی داره و یک وجه دانشناختی. یعنی کاربرد شاید تو یه با دیگه بفهمید اگزیستانسیال وجودیه، بله، بیولوژیک یا زیست‌شناسانه، روانشناختی، سایکولوژیکال و جامعه‌شناختی، سوسیولوژیکال. بله. هر چهار وجه داره، یعنی یک ابعادی داریم که در واقع وجودی شادی محقق میشه، یک ابعادی که بیولوژیک. خب این وجودی و بیولوژیک رو میتونیم فطری بدانیم؟ یعنی بدون تاثیر تربیت بدانیم؟ بله بله بله، این دوتا رو برای وقت روانشناسی و جامعه شناختی شده در تحت تاثیر. ببین مثلا ما چیزی داریم به نام خویگان شادی یا خویگان ضد شادی، در واقع این اتوس خویگان، این کاملا مبنی بر فرهنگه. توضیح مثلا بدید، یعنی خلق و خویی که جامعه در ما ایجاد میکنه، که عرض کنم که ما در اون وضعیت های خاص که قرار میگیریم شاد بشیم یا شاد نشیم. این خویگان رو کاملا جامعه میده و فرهنگی هم تو که باز به درستی آقای دکتر میری اشاره کردم که جامعه پذیری توش مؤثره. مثلا عرض کنم که در ما ایرانی ها، من بررسی کردم، یک خویگان ضد شادی پدید آمده. من در کتاب دین شادی به تفصیل در باید صحبت کردم که در واقع وقتی ما مثلا شادمان میشیم و میخندیم، بلافاصله نگران میشیم. و من با ایرانی ها از شهرهای مختلف گفتگو کردم و پرسیدم آیا شما هم اینجوری هستید یا نه. اغلبشون در واقع ما در اون نسل قبل‌تر، نسل من قبلش، در واقع وقتی میخندیم نگران میشیم که اتفاق بدی بیفته. و بعد هر کدام ما بستگی داره که با کدوم مال کدوم شهر باشیم، با کدوم استان باشیم، واکنش هایی انجام میدیم که شادی رو در خود کنترل بکنیم تا اتفاق بدی نیفته. آیا این یعنی این چقدر خرافیه آقای؟ برای کاملا طبیعتی فرهنگیه. یعنی به ما گفته شده که اگر قهقهه بزنید، زیاد بخندید، ممکنه که اتفاق بدی بیفته. لذا من این توی گفتگوها در آوردم، مثلا با خویگان شادی، آره، مثلا با یک زنجانی صحبت کردم، اون گفت که وقتی ما میخندیم و خنده از کنترل خارج میشه، عرض کنم که لعنت بر شیطان میکنیم، بعد عرض کنم که گوشه موکت رو مثلا بلند میکنیم، توف میکنیم به اون گوشه که اون بلایی که میخواد رخ بده اون خونسان. از هم همینه، بخشی از این خویگاه نشادی درسته که فرنگی تربیتیه، اما میتونه جنبه اوهامی و وهمی و خرافی رو پیدا بکنه. یک کسی اینو آموزش داده به همین درست و منتقل شده، میتونه اون جنبه خرافیشو او ایجاد کرده باشه. و عرض کنم که یک بخشی از شادی یا حتی ضد شادی هود در واقع برمیگرده به تربیت اجتماعی. این در اون مورد سال اول، بعد من بیشتر این دارم نکنم ببینیم سراغ سال دوم که کدام اسب و کدام شادی آفاقی یا شادی انفسی. بسیار خوب، فرض کنم که من میخوام این رو بر اساس یک نظریه روانشناختی توضیح بدم، چون اینجا خیلی از اون جاهایی است که جنبه ارزشی پیدا میکنه و هم قدر من از پاسخ شخصی ازش عبور میکنم. میخوام بر اساس یک نظریه روانشناختی بدم، یک نظریه روانشناختی بسیار مهمی در چهارده اخیر تو روانشناسی اجتماعی، سوشال سایکولوژی، نظریه بسیار جدی بوده و تحقیقات گوناگونی در مورد انجام شده و زیرش انجام شده به نام نظریه در واقع خود تعیینگری. بله، خود تعیینگری، در واقع سلف دترمینیشن تئوری. این نظریه به ما میگوید که هر قدر که آدمی اون عناصر زندگی خودش رو خودش به استقلال در اختیار داشته باشه، متأثر از عوامل بیرونی نباشه و در واقع نوعی خودسالاری داشته باشه، این انسان عرض کنم که از زیست خودش راضی تره و بر زیست خودش مثبت. از این منظر که نگاه میکنیم، قطعا در واقع ابعاد انفسی، محرک های انفسی شدید برتری دارد. چرا؟ اون محرک ها رو شما درونی کردید و ده تحت تسلط شما هست، ولی محرک‌های بیرونی تحت تأثیر مود، مدل الگوهای اجتماعی و اصلا در اختیارتون ممکنه نباشه. پس به میزانی که شما این عوامل رو درونی می‌کنید و بعد تحت اختیار خود دارید و بر اساس اون احوال تغییر می‌کنه و کنش انجام می‌دید، این انسان وضع مطلوب تره، یعنی انفسی می‌پذیره. بله بله، و حسب نظریه خودتعیین‌گری. درسته. خب این خود سالارانه بودنه
عناصر زندگی اتفاقا کار سنگین و دهشتناکی است. ما چقدر خود بنیاد و خود سالار میتوانیم باشیم. جان بسیار قدرتمندی میتواند که آدمی در برابر مشکلات، در برابر مسائل خم بر رو نیاره. خب نه منظورم اینه که در مراتب رشد من هر قدر که من تحت تاثیر عوامل بیرونی هم، اون عوامل بیرونی در واقع مداوم هم میتونم متحول بشن و حال من هم متحول. اینجا یعنی این که من خوابیدم وابستم. دقیقا. پس وابستگی به عوامل بیرونی رو میتونه یک از معیارا بشه. این انسان آسیب پذیر میکنه. از این منظر هست که من میگم این انسان آسیب پذیر میکنه. نکته ای هم حالا اریک فروم داره تو اون صورت بندی که میکنه، میگه انسان ها هر چقدر تمایلاتشون یا واقعیتشون مبتنی بر داشتن ها باشه، اونها در مقابل شدائد و در مقابل مصائب خیلی شکننده تر میشن تا اینکه بر روی بودن ها باشه. به اون بحث شما رو اریک فروم هم بیه حالا که آقا اساساً انسان چقدر بر روی بودنهای خودش رشد کرده باشه. معمولا مثلا تو فرهنگ خودمونم به عنوان مثال مفهوم زهد اگه به معنای درستش یاد بگیریم، زهد به معنای نیست که شما مثلا ریاضت بکشی، تنازاری بکنی یا عزلت بکنی، این که اساساً واقع بودگی خودتو مبتنی بر این که در روی داشته ها و مخصوصا داشته هایی که زوال پذیرن بر روی اونها قرار ندی. به نظر من تعبیر خیلی خوبی اتفاقا یاده مفاهیمی افتادم که الان در زنبودی خیلی بهش میپردازن که بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. یعنی اون چیزی که زنبودی امروز میگه سرشت بودا در همه آدمیان هست و بعد حالا ما میتونیم این بودا رو اصلا برداریم در عرفان خودمون جایگزین بکنیم با مفاهیم ارجمند عرفانی به طریقت محمدیه صلوات الله و سلام علیه یا مفاهیم از این دست که به یک حیثیت کلان میپردازن. یعنی بودا دیگه اینجا شخص نیست، از اهمیت دیگه نداره. میدونی بودا که شخص نیست، بودا همون بودا بودهی به معنای روشنفکری اشراقه. اگر به این معنا که میان واقعا ادیان شرقی و ادیان غربی در عرفان اسلامی و عرفان شرقی میتوانیم اینجوری پلی بزنیم، اگر در نظر بگیریم بودای همیشه زنده بودای فرم و وابستگی نیست. این فرمه ما رو شکننده میکنه، این وابستگیه ما رو صدمه پذیر میکنه، اون خودسالارانیه دیگه در حقیقت در درون ما وجود نداره و این در حقیقت میتواند اون شأن شادی رو در ما کمرنگ بکنه. هنوز هم سوالهای ما وجود داره. بریم به اتاق فرمان. فکر میکنم که 10 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم. میخواستیم به حزن محدود و نامحدود هم بپردازیم ولی سوالاتمون هست، بعد به سوالات بپردازیم. ان شاءالله تو برنامه بعدی به شنوندگان فریختمون قول میدیم که دامن بحث رو پرتم تراختر ان شاءالله ادامه بدیم. خب باز هم سوال داریم، من سوالاتمون رو هم یه مقداری بپرسن که در حقیقت بتوانیم با شنوندگان خودمون هم ارتباطمون حفظ کنیم. 0912-036-06 سوال کردن که با توجه به اینکه فیلسوف خندان ولتر است و فیلسوف غمگین هراکلیتوس، تأکید بر این نکته که ذات فلسفه شادی‌آور یا غم‌آور است چگونه است؟ پرسش بسیار مهم و دوست داشتنی است. من نمی‌دونم شاید یه داشته باشم که بشنم به این پرسش پاسخ شنیدنی بدم، ولی عرض کنم که پاسخم این است که حداقل خودم اینطور فکر میکنم که در واقع گفته شده، دیگران هم گفتن، بزرگان ما گفتن که هر قدر که آدمی داناتر میشه، حکیمتر میشه، از کنمی که بر حزنش افزوده میشه. در کتاب عهد عتیق در واقع آمده است که هر کرا علم افزاید حزن افزاید. و کجا میگه آید افزاید عهد عتیق؟ در سلیمان در عهد عتیق در کتاب جامعه، در کتاب جامعه سلیمان. بله. و مولوی هم فرموده است که هر کیو آگاه تر رخ در تر. خب این یعنی این که در واقع اگر به این معنا فلسفه بپرداریم که فلسفه در واقع به بنیادها میاندیشه،
و فیلسوف در واقع قلمروهایی را میبینه که چه بسا بسیاری دیگر نمیبینه. یعنی پرسش وجودی موجب میشه که آدمی به غم بگراید، آدمی در واقع قلمروهایی از هستی رو ببینه، بنیادهایی از هستی رو ببینه که دیگر هم نمیبینن و لذا اون بنیادها تذکر دهنده هستن و این میتونه اون رو به تأمل و تفکر و حوز واگذاره. اما نکته‌ای که در این حوض هست اینه که این از اون حوزه‌هایی است که می‌توانیم بگوییم ناظر به خیر نامحدود. بله. و چون ناظر به خیر نامحدوده در دل شادی نهاده. چجوری ناظر به خیر نامحدوده؟ برای که شما اینجا در واقع عرض کنم که از جهان روزمره فراتر میریم. اصلا انسان متفکر با این تعریف میشه که او اهل درنگ است و از جهان روزمره کنده شده است، دچار تجرد است. به تعبیر پیر بوردیو در واقع انسان متفکر در واقع اهل تجرد است، یعنی کنده شده از امور روزمره. تعبیر خوله رو از افلاطون به کار می‌برد و لذا در واقع او وجه دیگری از حیات رو تجربه میکنه و میفهمه و لذا اهل تأمل میشه. از این منظر است که میتوانیم بگوییم که تا زمانی در لحظاتی که اهل تجرده او عرض کنم که درگیر خیر نامحدود، اگرچه این غم میتونه غم آور باشه برای او، اما یک شادی درونی در دل این نهفته است. چرا؟ برای اینکه شما از امور روزمره و امور روزگذر بی‌ثبات کنده شدی و ژرفا رو میبینی. خب الان آقای دکتر با ولتر همراهی کنیم یا با هراکلیتوس؟ با هر دو به نظر من. چجوری؟ یعنی در واقع احوالی غم سیطره می‌یابد و احوالی شادی، و این دوتا چون از اون نوع غم هایی که ناظر به خیر نامحدوده با اون غم ناظر به خیر محدود متفاوت. مثلا غم این که من فرض کنم که چیزی داشتم، مثلا در بازار بورس شرکت کردم و اونجا ضرر کردم، بله این هم نوعی غمه. حتما درسته. اما این غم با اون غم ناظر به خیر نامحدود اولا وارد اون بحثم شدیم، اصلا هم که متفاوت میشه، چون اون عرضی نیست. این عرضی و ذاتی بودن خیلی داستانش متفاوت میکنه. البته یه نکته در این سوال هست و اینو ما نباید فراموش کنیم و من فکر میکنم اون مسئله تاریخمندیه. ولتر در زمانی پا به جهان میذاره یا در زمانی صورتبندی میکنه به عنوان مثال فهم خودش رو از جهان و فلسفه و دانایی، که اتفاقا در نقطه اوج تجدد فرانسه است و تلاش میکنه و در اون اتفاقا ایده پروگرس و پیشرفت و خوشبینی به جهان خیلی موج میزنه، خیلی موج میزنه، چون آفاقی نگاه میکنه و زمانش هم زمانه پیشرفت و اساس بر اینه که انسان طبیعتش خوبیه. مثلا چه اسم اون فیلسوف روسو اصلا میگه انسان اصلا همه وجودش، همه فطرتش و همه سرشتش خوبیه، همه چیز رو خوبی میبینه، یعنی در این زمانه و در این جهانه. من فکر نمی کنم حالا یعنی خود این پرسش رو هم یه مقداری باید در اون بستر تاریخی هم دید، ولی یه نکته ای هست و من فکر می کنم حالا چون وقتم دیگه رو به پایانه این رو بهش، توی اون سروده حیدر بابا وقتی شهریار میخواد صحبت کنه و وضع خودش رو داره، یعنی زندگی خودش رو و دوران کودکی خودش رو تا به دوران کهنسالی خودش رو داره به اشعار بیان میکنه، اشاراتی میکنه به اون آناتی که در کودکی چقدر شاد بود، در جمع دیگران بود و آرام آرام میاد و دفعه میگه که دنیا یالان دنیا دی، این دنیا دنیای دروغینیه و انسان به یه اون بحثی که آقای دکتر محدثی هم بهش اشاره کرد به یه فهمی میرسه که واقعا تمامی این وجوه دنیا با تمامی واقعیت سترگی که بر هستی انسان مستولیه چقدر زوال داره، همه چی فانیه. در یه آن در یک صورت واقعا غمی آدم رو میگیره، یعنی وحشتی آدم رو میگیره. اگر متکی به یک حقیقت اعلا نباشه این غم میتونه آدمی رو از پا در بیاره. ولی در یک آنی هم نگاه میکنه که همه اینها فانه الا صورت حق چه بود، کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. دقایق پایانی برنامه رو هستیم، بریم اتاق فرمان و دامن سخن رو امشب فراهم بگیریم.